بعد از برگزاری گردهمایی دو روزه ایرانیان آزادیخواه از امریکا، اتحادیه اروپا و همچنین به صورت آنلاین از سایر نقاط دنیا، برنامه‌ای تدوین شد برای پشتیبانی از آنچه که موسوم شده به انقلاب تازه مردم ایران. انگیزه کسانی که اینجا حضور داشتند و همکاری میکردن این بود که همراه با سایر مردم ایران، مردم معترض ایران، بکوشن برای بازپسگیری ایران از دست رژیم حاکم. در این زمینه بحث و گفتگوی بسیار صورت گرفت در این دو روز و در نهایت منجر به صدور یک بیانیه شد که البته دنبال راهکارهای عملی هم هستند. به سرعت یک دبیرخانه ای تشکیل شده که این دبیرخانه دنبال تشکیل کارگروه هایی هستش که بتونن از طریق این کارگروه ها آنچه را که مد نظر فکر کنندگان در این گرد همایی قرار گرفته رو بتونن به سرعت عملی بکنن، که البته همه اینها در قالب کمک کردن، در قالب پشتیبانی از انقلاب مردم ایران هست. از نقاط مشترک تمامی کسانی در این همایی حضور داشتن هستش که میگن که جمهوری اسلامی رو باید کنار زد و به جای اون باید حکومتی که در آن دین قدرت نداشته باشه، دین قدرت سیاسی نداشته باشه، باید جایگزین بشه که در اون بتونن همه نهله‌های فکری، همه عقاید، همه افکار و همه گرایش‌های سیاسی بتونن کار خودشون رو بکنن و مردم باشن که در آینده راجع به شکل این دموکراسی تصمیم بگیرند. گفتگوهای انجام دادم با اعضای حاضر در این همایش و آنچه که گذشت، آنچه که پیش‌بینی میشه برای آینده. در واقع حزب مشروطه در شرایط موجود در بیشتر تلاشش رو داره در مسیر همکاری با دیگران میگذاره، در مسیری که تلاش کنه بتا نیروهای مخالف جمهوری اسلامی با هم همدست و همراه بشوند و اینی که ما به حساب در حقیقت بتونیم نیروهامون رو برای سرنگونی حکومت هم برای امروز و هم برای آینده منتجم بکنیم. طبیعت ایران آینده ایرانی است که همه ما باید با هم در اون کار کنیم، فرق نمیکنه به حساب راست باشیم یا چپ باشیم یا با چه نگاه سیاسی، بلکه مهم این است که این روابط محترمانه سیاسی بین همه ما برقرار باشه که ما مثل جمهوری اسلامی مجبور نباشیم مخالفین خودمون رو از صحنه سیاسی حذف کنیم. ایران آینده ایرانی است که به نظر من همه ما باید در اون صحنه سیاسی حضور داشته باشیم، چه به عنوان کسی که اداره میکنه کشور رو، چه به عنوان منتقد. هم منتقدین باید بتونن صدای خودشون رو رسا کنن و ایرادات کسانی که در حکومت هستن بگیرن و این چرخش در حقیقت سیاست در ایران میتونه کمک کنه به اینکه حقیقت ایرانی که ما 40 سال جمهوری اسلامی رو با دیکتاتوری داره کرده و فرهنگ دیکتاتوری و زور رو بر اون حاکم کرده به چرخه و تغییر کنه. و این در حقیقت امروز ما اینجا در پی ایجاد یک سازمان جدید، یک تشکیلات جدید نبودیم، در پی بودیم که مبارزات خود رو با هم همراه و هم مسیر کنیم، در پی بودیم که بتونیم آنچه که در توشه سیاسی داریم با روی هم بریزیم که بتونیم کمک کنیم به خواسته های مردم ایران و صدای اونها رو در سطح جهانی رسا کنیم. ولی فقط شعار دادن نیست، فقط حمایت کردن نیست، فقط این نیست که بگیم که ما می‌خوایم یک حکومت دموکراتیک و آزاد در ایران تشکیل بشه در آینده، ولی هدف این هم هست که با گروه های کاری که تشکیل میشه از جوانب مختلف مردم ایران رو مورد حمایت قرار بدن، مثلا خانواده‌های زندانیان سیاسی و یا مثلا جمع‌آوری پول برای کسانی که اعتصاب میکنن در لحظه فعلی و یا خانواده‌های زندانیان سیاسی. ولی مهمترین چیز رساندن صدای شما مردم شجاع به جهانیان است. ما میخواییم صدای شما رو به جهانیان برسونیم. انقلاب زن زندگی آزادی امروز ایران انقدر پر امیده، انقدر پر رنگه که اون نور امید رو به قلبای ما تابونده و باعث میشه که فراموش کنیم من تنها دارم به چی فکر میکنم و چی میل دارم. من مهم نیستم، ما مهمی، ما با هم یک ما هستیم و ما این دو روز این کار رو اینجا انجام دادیم با همه اختلافایی که با هم داریم و قراره با هم کار بکنیم. چه کاری؟ نه فقط صدای مردم ایران باشیم، فقط این کافی نیست. ماهای دیاسپورای خیلی پررنگیم خارج از ایران طی این 40 سال، وظیفه ماست که دور هم جمع بشیم، نه تنها صدای مردم باشیم بلکه دست جمهوری اسلامی رو در همه کشورهایی که میبینیم بیرون از ایران قطع بکنیم. منزوی کردن جمهوری اسلامی فقط به معنی این نیست که ما بگیم توی ایران دارن به مردم ستم میکنن. ما توی جنگ جهانی هستیم با جمهوری اسلامی. به نوعی وظیفه فعالین سیاسی و مدنی هست در خارج از ایران اینکه حکومت جمهوری اسلامی رو در دنیا و در جهان ایزوله بکنیم، خصوصا از لحاظ سیاسی.
و شاید مهمترین کمکی که بایستی انجام بده و نیازمند گفتگوهای بیشتر هستش بعد از نشست دو روز گذشته و خصوصا با همکاری بقیه است که ما چگونه میتونیم اون خلایی که بعد از جمهوری اسلامی به وجود میاد رو پر بکنیم و اون خلا باعث نشه که مردم بترسن، با همکاری با بقیه بتونیم ثبات کشور و امنیت کشور رو انجام بدیم، اون نیازها و آزادی‌های بنیادین جامعه رو تا روزی که دموکراسی مستقر بشه و دولت که دموکراتیک به روی کار میاد قدرت رو به دست بگیره انجام بدیم. در بروکسل در کنار جمعی از فعالان آزادی خواه در دفاع از انقلاب مردم ایران و به امید آینده‌ای آزاد برای تمام ایرانیان و اینکه جامعه کویر ایرانی هم بتواند حقوق برابر با دیگر ایرانیان داشته باشند. حضور گسترده جامعه کویر ایرانی در این انقلاب، در صف مقدم این انقلاب، چه در خارج از ایران چه در داخل ایران، و اینکه این صدا از طرف اپوزیسیون ایران شنیده شده و کلی از صحبت‌ها و بحث‌ها این چند روز درباره جامعه کویر بود و من رو خیلی امیدوار کرد که فعالان اپوزیسیون آینده ای رو دارن ترسیم میکنن که ما حقوق برابر با دیگران داشته باشیم. این انقلاب با پیشگامی شیرزنان و با همگامی دلیر مردان ایرانی نوید بخش آینده ایست آزاد، آباد و به دور از ستم و تبعیض. سرنگونی جمهوری اسلامی با هدف برپایی یک دموکراسی لیبرال، همبستگی ملی و یک پارچگی و پایداری سرزمینی ایران، تعیین شکل نظام دموکراتیک آینده با رأی مردم، جدایی دین از دولت و همه نهادهای حکومتی، پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و برابری حقوق شهروندی فارغ از باور، جنسیت، قوم، زبان و گرایش جنسی. این نشست هفته آبان کار مهمی کردیم، از هماهنگی نشون دادیم در داخل ایران. ایرانی نشون دادن که همه جمعن برای زن، زندگی، آزادی، و ما بیرون ایران هم باید فرقمون رو بذاریم کنار و هماهنگی پشت همه داشته باشیم و پشت مردم ایران. ما باید برای اونا کار کنیم که تو ایران جانشون رو میدن، و من برای همین کار اومدم اینجا جزو این گروه که این آغاز کار بر ما. ابزار کارم به مردم بدیم، مثل اینترنت، مثل کمک کنیم به اون کارمنداری که در شرکت نفت ایران هستن. این نوع کارا باید همه رای بدیم و یه استراتژی خیلی قوی بسازیم و فشار بدیم هم روی جمهوری اسلامی و بعد با نیروی کشور دیگه که بگن با اینا دیگه کار نکنین، اینا حق ندارن و باید یه قول آمریکایی پولیتیکال آلترنتیو نشون بدیم که واقعا امید مردم و اعتماد مردم ایران داره، که اندر شب تیره چون شید بود، جهان را از او دل پرامید بود، که گردون نگردد مگر بر بهی، به ما باز گردد کلاه مهی.